بعضی زن ها هستن که سکس گروهی دوست دارن، بعضی زن ها هستن که دوست دارن دو تا مرد همزمان باشون سکس کنن. اصلا فکر نکنید ناشایع و نادره و پیدا نمیشه. من کیساشو داشتم، آدمای تحصیل کرده، آدمای خیلی جا افتاده، حتی روانشناس، حتی مشاور، حتی دندون پزشک، حتی پزشک که دوست داره همزمان دو نفر باش سکس کنن، دوست داره همزمان سه نفر باش سکس کنن. یه جوری نارسیسیزم یا رو آبیاری میشه وقتی فکر کنه که من به تنهایی میتونم پس سه تا مرد بر بیام، من به تنهایی میتونم همزمان دو مرد رو ارضا کنم. یه زن نرمال قطعا نارسیسیزمش اینجوری آبیاری نمیشه، ولی یه کسی که این بیس انحراف جنسی رو داره این حالت میشه. کسایی که انحراف جنسی دارن گروه های تشکیل میدن، سعی میکنن نرمالایز کنن، بگن نه این هم یه سبک زندگیه مثل هوموسکشوالیتی، این هم نرماله، چی گفته اصلا این بیمارگون است. به خصوص الان اونایی که پدوفیلیا دارن، یعنی کودک‌خواهی دارن، خیلی دارن سعی میکنن که این هم یه جوری از رده اختلالات در بیارن. ولی چرا روانپزشک زیر بار نمیرن؟ چون یه کودک اونقدر پختگی و مچوریتی اینو نداره که اعلام کنه که آیا من توی این سکس عاقلانه و بالغانه به عنوان فرد آزاد دارم تصمیم میگیرم وارد شم یا نه. یه دختر 13 ساله رو خیلی راحت به دوتا نوازش میشه خرش کرد، به خصوص اگر نوازش پدری کم داشته باشه. یه پسر شاید 7-8 ساله رو خیلی راحت با یه بسته پفک میشه خرش کرد. توی روستاهای دور بچه ها رو، پسر بچه ها رو با یه کیک، یه شکلات، یه چیزی خرج کنن، چون واقعا توی سه روستاها بعضی ها خیلی بدبختن. یعنی واقعا مادر نمیتونه یه دونه پفک رو بخره برای بچه، و خیلی از بچه ها از بچگی شرطی میشن، یه دوبار بهشون به زود تجاوز میشه، قبحش میریزه، بعد دیگه به این نتیجه میرسه که خب من میتونم خود فروشی کنم و اون چیزی که میخوام به دست بیارم. باورتون نمیشه که چقدر نوجوانایی هستن تو جنوب شهر تهران که به خاطر موتورسیکلت این کارو میکنن. پسرای 16 ساله، پسرای 18 ساله، پسرای 20 ساله که برای یه موتورسیکلت، برای یه هوندا 125 تن فروشی میکنن. اینایی که میکانیک موتور هستن خیلی توی این مایه هستن. یا در قدیم کسایی که حیوان میفروختن، کبوتر میفروختن. اصلا یکی از چیزایی که کبوتر بازار در ایران قدیم بد میدونستن به دلیل این بود که فقط به خاطر نبود که رو پشت بوم وای میسن با کفتر بازی خونه های همسایه رو دیگ میزدن، یه دلیلش این بود که بچه ها رو میبردن به بهونه اینکه بیا کبوتر رو ما ببین یا بیا یه کبوتر بد بیدم ترتیبشو میدادن. یه کتابی در اومده تاریخ روابط اجتماعی، ببخشید تاریخ روابط جنسی در ایران، که این کتاب رو من چند وقت پیش به دستم رسید، توی خارج چاپ شده، به زبان فرنگی هم چاپ شده و به زبان فارسی ترجمه شده. اگر این کتاب رو خواستین قدرش یه چیزی حدود 400 صفحه است. اگر این رو خواستین حدود 45 تومن میشه. من خودم همین قیمت گرفتم که با صحافی شده، پرینت شده، میتونم آره این کتاب کتابی که خیلی کتاب خوبه. من فکر میکنم که حتما این کتاب رو بخونید، چون بالاخره یه کتاب تحقیقیه. نویسندش هم الان اسمش یاده ویلهم، نمیدونم چه اسمش الان یادم نیست، برای دونه نمیدونم. خب این کتاب خوبیه، از جمله تاریخچه همجنس گرایی رو در ایران و همجنس بازی در ایران رو نوشته. خب چرا ما همجنس گرایی انحراف جنسی تلقی نمی کنیم؟ برای که یک دو نفر که این کار رو میکنن عاقل و بالغ و مچورن و عقلانیت رسیدن و فرد آزاد محسوب میشن. دو، این خیلی از قدیم متداول بوده، یه چیز عاد و بیزار نیست. جلسه هم یادی رو گفتم بلاکای دیزوردر چیه. خب عاد و بیزار نیست، یه چیزی که از قدیم خیلی زیاد بوده. دو، دیسفانکشن نمیاره، یعنی فرد استاد دانشگاه است هموسکشواله، نقاشه هموسکشواله، آشپزه هموسکشواله، پلیس، قاضی، دکتر، جراح هموسکشواله،
فانکشن روزمرگش مختل نمیشه. و سه محدود گروه خاصی نیست. و سه این که باعث دیسترس برای خود فرد یا دیگران هم نمیشه. الان حالا یه آقای هوموسکشوال توی این کلاس باشه به من آسیب نمیرسونه، به شما آسیب نمیرسونه. یا یه خانم لزبیان توی این کلاس باشه یا یه خانم بایسکشوال توی این کلاس باشه به شما آسیب نمیرسونه. بنابراین این یه انحراف نیست. ولی این انحراف هایی که دارم براتون میگم که دسته اول اونایی میگیم که حقی را از دیگران ظاهر میکنه، اولا دیسفانکشن برای فرد پدید میاره. یعنی چی؟ یعنی کسی که وای میسه دید میزنه تو خونه همسایه‌ها، یه روز بالاخره همسایه‌ها میگیرن چه چه تلاش میزنن، یه روز بالاخره پلیس میاد در خونش، باز آقا ده نفر است و چیکار کردن، تو وای میسی دید میزنی خودش ظاهر میکنه. خب دوم این که دیسترس برای همسر خودش یا حداقل برای همسایه‌هاش و بقیه پدید میاره. و سوم یه رفتار بیز نرم عاده. یعنی عجیبه که کسی سکس نکنه به جای اینکه مثلا میتونه سکس کنه، ولی به جای اینکه سکس کنه فامشه میره این کار میکنه. حواستون باشه همین بریده تماشاگری، یعنی حدید زدن خونه همسایه و خود ارضایی کردن، ممکنه مثلا در شهر انار وسط استان کرمان وسط بیابون که کسی نمیتونه دوست دختر بگیره طبیعی باشه. طبیعی باشه چیکار کنه؟ یعنی حالا شما میبینید مثلا وقتی میتونه همسایه رو دید بزنه و با صحنه لخ شدنش یا با صحنه سکس زن و شوهر تو خونه خود ارضایی کنه، این لذت از خودش در یک خانه خیلی تقوا و پرهیزگاری بخواد. اینه که اگر کسی توی زندان باشه و توی اون زندان اطفال کم سن و سال هم باشن و محکومیتش هم طولانی مدت باشه و دسترسی به زنم نداشته باشه، حالا با بچه ها سکس کنه، این دیگه پدوفیلیا نمیشه. مثل چیزی که توی برخی از جبهه های جنگ دنیا رخ میده که بچه های کم سن و سالی که میرن تو جنگ توسط مردایی که سنشون بالاتره مورد تعرض قرار میده. همه جنگ های دنیایی برای همین که دیگه ارتش آمریکا زن رو رم میبره سربازی و زن رو رم میبره تو جنگ که چنین چیزی رخ نده. همه جای دنیا رخ داده، هیچ جبهه و جنگی نبوده که بچه های کوچکتر 14-15-16 ساله توسط 20-40 ساله ها مورد تعرض و تجاوز قرار نگیره. نواقعات شواهدش هم همه جا هست. اینه که در چنین حالتی ما دیگه نمیشون بگیم پدوفیلیا، چون تو اون جنگ زنی نیست. حتی تو خود جنگ ایران و عراق هم آخرهای جنگ یه سری زنها رو میبردن تو جنگ، بلکه مرد شهوت دارن. یه شهوت تو بعضی مردها خیلی زیاده. من خودم تعجب میکنم چی تو میتونه اینقدر زیاد باشه، ولی واقعا من تو جبهه سراغ دارم که یه دفعه یه خر رو برده بودن توی سنگر و چندین نفر باش سکس کرده بودن. یعنی بعضی ها حتی تو همون جبه هم میل جنسیشون میزنه بالا. حالا تو جبه بعضی وقت هم از ترس میزنه بالا، از ترس مرگ یارو استرابش رو پیدا میکنه، ریگرس میکنه به دوران بلوغ. چی کار میکرد استرابش بر طرفش؟ خود ارضایی میکرد، همون خود ارضایی میکنه. تماشاگری چیه؟ تماشاگری اینه که فرد مکانی رو انتخاب میکنه که بدون رضایت زوجی سکس اونا رو ببینه یا بدون رضایت خانومی برهنه شدن اون رو ببینه و خودشو خود رضایی کنه، درک کنه. کلاً صحنه برهنه شدن زن برای مردها خیلی جذابه. برای همینه که ما یه صنعتی توی غرب داریم به نام چی؟ استریپ کلاب. جایی که مردا میرن میشینن، سکس نمیکنن، ولی لخ شدن یه زن رو نگاه میکنن. یه سری زن هم هستن که استریپرن، میان نمیدونم دوره میله میگردن، رقص میکنن، دونه دونه لباساشون رو در میارن میرقصن و مردم مثلا خود ارضایی میکنه یا حالا خود ارضایی هم نمیکنه، فقط نگاه میکنه، مشروب میخوره، سیگار میکشه، پول رو میده میره.
و فکرم نکنید لزومن کسی که استریپر فاحش هست، اصلا اینجور نیست. یک فیلمی هست به نام فیلم راسترل یا کشتیگیر که زندگی یکی از این کشتی کجای آمریکا را نشون میده که حالا عاشق زنی میشه که اونم استریپره و زنه میگه که من فقط برای که خرج بچه‌مو بتونم بدم، خرج مدرسه‌شو بتونم بدم و اجاره خونه‌مو مجبورم که استریپتیز کنم. و بعد حالا دو تا هم عاشق هم میشن و مثلا میخوان ازدواج کنن. اینه که بیکاری آدم ها به یه سری شغلای وامی داره. خیلی دانشجوها هستن که توی مثلا کشورهای دیگه اینا روز بیان یا اینکه استریپ میکنن توی اروپای شرقی، توی روسیه، توی خود آمریکا. اینه که تماشای لخ شدن یه زن خیلی برای مردان جذابه، یا تماشای سکس یه زن با یه مرد. و ما داریم مردایی که خارج که میرن مرد رو انتخاب میکنن که بیاد تو اتاق هتلشون با زنشون سکس کنه و اونا بشینن توش یه اتاق نگاه کنن و خود ارضایی کنن. من کیسشو داشتم با زن خودش. با زن خودش عموما اینجور مردا مردای خارجی رو انتخاب میکنن، میرن مثلا یه مرد خارجی خوشهیکل و سکسی و که معلومه مثلا نره فاعل خوبیه رو انتخاب میکنن، بعد مشروب میخورن ستایی، بعد اون زن با زنش مشغول سکس میشن، اونم میشینه یه گوشه نگاه میکنه و خود ارضایی میکنن. و بعضی اینا توی ایران هم این کارو میکنن و جالبه اینو بدونه که توی اینترنت هم هستن کسایی که این کارو میکنن توی ایران، کسایی که میگردن تو چت شما دنبال اینکه یکی بیاد ترتیب زن ما رو بده. بعضی هاشون دروغی این کارو میکنن، اصلا زنی ندارن مجلدن، فقط با تفکر این چیزو چت روم، چون مرد میگه مثلا چجوری زن منو مثلا ترتیبش رو میدی، اون میگه اینجوری و اینجوری و اینجوری اینجوری، خود ارضایی میکنه، اصلا زنی نداره. بعضی هم نه، واقعا مرد داره میاره میزن و اون شکل شایعش هم که الان ست زبدریه که خیلی خیلی زیاد شده، خیلی خیلی زیاد. زوجایی که با هم قرار میذارن چهارتایی میشینن مشروب میخورن و یه موادی مصرف میکنن و بعد اون با زن اون میره اون با زن اون. خیلی این سویپینگ و سوینگینگ اینها زیاد شده. آره دیگه، اینا سوینگرن. یعنی چی؟ یعنی جاشون رو با هم عوض میکنن، زبدری. خیلی زیاد شده. حتی اینا یه سریاشون با هم میرن خارج، مثلا یه هفته میرن تایلند، یه هفته میرن سنگاپور، بعد توی اون یه هفته این با زن اون میره تو اتاق، اون با زن اون میره تو اتاق. جلوی هم نه، جلوی هم لزوما سکس نمی‌کنن، سکس های زبدری. خیلی، یعنی الان اگر شما بگید انحرافی که مده چیه، سکس گروهیه، سکس 3-4 نفره یا سکس زبدری، که کسایی هم که این انحراف رو دارن خیلی تلاش میکنن که این انحراف رو بگن نرماله و اشکالی نداره و روتینو. و واقعا هم یه سری درمانگرایی هم متاسفانه پیدا میشن که چنین مجوزی میدن به مراجعهاشون که بله تنوع جایزه، لذت به هر حالتی خوبه، چه اشکالی داره. من ندیدم زوجی وارد سکس زبدری بشه یا زوجی وارد سکس 3 نفره به ویژه با اومدن یه مرد دیگه بشه و این ازدواج پایدار بمونه. من ندیدم. بلکه ازدواج ماهیتش یه دونه محدودیته. چی؟ فیلم هم هست داریم شما که بیست فرنز وای فکنم که زن شوهر لاس وگاس. نه تو لاس وگاس نیست. من ندیدمش. پس باید بدم اونو. من ندیدم اسمشو شنیدم ولی نهیدم. بسیار اونم دقیقا همین پدیدار داره. خب اینه که خیلی ها توی ایران هم دوست دارن که بگن نه این طبیعیه. و چند سال پیش وزارت اطلاعات 20 نفر رو دستگیر کرد که یه حدود 10 تاشون هم دندون پزشک و پزشک بودن و حکم اعدام واسشون گرفتن و اینا به طور فعال توی اینترنت کار میکردن رو سکس زبدری. به طور فعال کار میکردن رو سکس زبدری و اشاعش میدادن. خب اینه که تماشاگری یه چیزی که از قدیم بوده، حالت خفیف اینا میشه تماشاگری. تو پسر اصولا انحرافات جنسی در 14 تا 28 سال شایع‌تره، دیگه بعد از 28 سال یه میاد پایین.
یعنی شما انتظار نداری یه مرد 40 ساله یه نرمال بشینه مثلا با دوربین خونه های همسایه رو دید بزنه. خب به خصوص مگر که مخیلش ایراد داشته باشه. خب به خصوص مثلا یه مرد مجرد کمترین کار میکنه به نسبت یه مجرد. ممکنه یه آدمی که مطلقه است این کار رو بکنه، ولی کدوم مطلقه این کار میکنه؟ مطلقه که همزمان 6 تا دوست پسر دوست دختر داره، یا مطلقه که خواستنی نیست و دستش به هیچ کی نمیرسه؟ خب مسلمن اون کسی که احساس کهتری میکنه و احساس میکنه دستم به کسی نمیرسه، برای کسی جذاب نیستم، نمیتونم دوست دختر پیدا کنم، پارتنر نمیتونم پیدا کنم، رو به این کار رو میبره. خب انحرافات جنسی یه سریشون مثل فوت فتیش و مازوخیسم از 4-5 سالگی شروع میشن، یه سریشون دیرتر، ولی اینایی که تماشاگری دارن اصولا از 7-8-9 سالگی این حسو دارن، یعنی هیزیو دارن، یعنی سعی میکنن وقتی میرن خونه عمشون یا خونه خالشون داره خاله یا عمه لخ میشه لباس عوض میکنه، این یه جوری تو همون عالم بچگی داره ماشین بازیشو رو فرش میکنه ولی چشاش تو اتاق. یا وقتی دوستای مامانش میان تو خونه نگاه میکنه ببینه لنگ و پاچه یکی میتونه دید بزنه. خب واقعا شما هر بچه 8 ساله ای رو تو حد زیادی آیندهش رو میتونید بگید. یعنی الان که ما رتروگرید برمیگردیم، حالا که روانپزشک شدیم برمیگردیم به دوران تحصیل و مدرسه و راهنمایی و نگاه میکنیم چی شد، خیلی ترجمه نمیکنیم. من فقط از یه نفر ترجمه میکنم که اون پسر واقعا این فرنی شل بود و بل بود، بعد خلبانه میگ 29 شد. جز اون که منو سورپرایز کرده کس دیگری سورپرایز نکرده. یه موردم یه خانم دکتری بود که به شدت از خون میترسید و اصلا اتاق عمل نمیمد و به شدت از رشته‌های جراحی بدش میمد، ولی بعدن حالا شاید به خاطر اینکه قبولی توی رشته راحت تره و خیلی رو مثلا حوصله درس خوندن نداشت، نمیدونم به هرچه رفتش زنان زایمان، البته اصلا متخصص زن موفقی نشد، اصلا متخصص موفقی نشد، یه متخصص نصف نیمه ای شد واسه خودش رو سوال اسمان، وگرنه کسی دیگری ما رو سورپرایز نکرده. اون کسی که شهر بود توی دبستان گروه گانگستری تو دبیرستان تشکیل داد، الان هم که بزرگ گانگستره، الان هم که یادم حالتاقه، یادم بازاریه، یادم که تو بازار خوری کلا برداری میکنه. یعنی شما جربوزه و جنن هر کسی رو واقعا توی بچگی میتونی ببینی. هیزی هم که پسر تو بچگی میکنه نشون میده که این در رو چقدر هیزه میکنه. بعضی هم که کلن مریضن، یعنی یک سری که انحراف جنسی دارن یا یه بیسی از بچگی دارن. حالا این بیس چقدر پرورشیه، چقدر مادرزادیه، من چون روان پزشکم فکر میکنم 70-75% مادرزادیه. واقعا دلیلی رخ نمیده تو زندگی کسی که بچه هست. مثلا بگیم دوستای مامانش ناجور لباس میپوشن، این تماشاگر میشه. من خودم توی بچگی نمیدونم بهتون گفتم یا نه، کلفت خونمون یه بار مثلا منو وادار کرد که انگشت توی واژنش بکنم. خب من اصلا نمیدونم اینجا کجاست، مثلا چیه، فقط میدونم یه جایی یه چیز عجیبیه و یه رنگ عجیبی داره و حالا خب اون مادارا شکته مادارا اون نکر لیست بزنی. خب بعدم در حالی که ما داشتیم انگوش میکردیم مادرمون رسید تو آشپزخونه و چپ و راست و چپ و راست و یه فس سیر ما رو کتک زد و یه فس سیرمون رو کتک زد و ما میگناه هیچ میگناه یه کتک سیرم خورده. خب من مثلا فکر میکنم که 5 سالم خب و دبستان نمی رفتم هنوز. خب من این تجربه کردم و جالبه اینه بدونی که تا سالها این یادم نبود، چند سال پیش یهو این یادم اومد، یهو این یادم اومد و قشنگ صحنه برام زنده شد و اینا. خب چرا من اینجوری نشدم، چرا من این تأثیری توی من نذاشت، در صورتی که تو رو ما بود دیگه،
قاعدتا من باید هی میرفتم تا کشف کنم که اونجای چی چیه، این چی بود، اون من چرا کتک خوردم. ولی اصلا تو سالها با من یادم نبود. شاید اون دفعه که بچه کلفتمون مثلا ماهی رو انداخت، ماهی عید رو انداخت تو ماشین لباس روی ماهی مور، من براش تنبیه شدم، اون بیشتر یادم مونده بود تا این. هرچی هم بخواستم با خدا ما نکردیم بیگرده نتو کرد. خب حالا دیگه میخوام بگم یعنی واقعا بیس مادرزادیه، بی خود نیست که یهو میبینی مثلا یارو نخبه مهند بی اش یه هوش روباتیک داره، بعد یهو مثلا انحراف جنسی میشه، یارو مثلا نمیدونم دکترای برق داره از دانشگاه صنعتی شریف، بعد مثلا میره سایت avizum.com توی کانادا درست میکنه. خب یه سایت سکسی بود که مردم از ایران سکس خودشون و زنشون و دختر و پسر و چی و چی رو میگرفتن و دانلود میکردن توی این سایت. یه سایت سکسی فارسی بود، جز اولین سایت های پرنو بود که طرف هم بداخل وزارت اطلاعات اینجوری کشوندش توی ایران رو دستگیرش کرد، الان هم زندانه بینه، یه چند سال هم حکم اعدام بسش داده بودن، حالا دارن میبخشنش زندانه مثلا 30 ساله بشون بودن. آره نمیدونم من خب، ولی باور کنید من دیدم مثلا کسی که روان پزشک بود، رزیدنت روان پزشک بود و اعتیاد داشت به این سایت ها، یعنی واقعا اعتیاد داشت. که مثلا من یه دفعه نشستم ببینم چی میخونه، بعد مثلا نشسته سکس با خاله و سکس با عمه رو میخونه، بعد آره دیگه داستان سکسی هم توش بود. من اینا چطور خونی خولی جده؟ میخوام بهتون بگم بعضی هم جوری هم دیگه. البته که یه عمه نیمفومانیک یعنی خیلی حشری در حد جنون جنسی، یا یه عمه دو قطبی یعنی دو قطبی نوع یک شدید مانیک دپرسیو، یا یه خاله اینجوری میتونه یه نوجوان رو خراب کنه. البته که یه کلفت این چیزی که تو فیلم چی میبینین؟ شازده احتجاب. خب که پسره رو میبره با خودش وسط روزه میبره تو اتاق سکس بکنن، میتونه یک بچه رو واقعا دوچار انحراف کنه، ولی اغلب مادرزادیه. من دوستی داشتم که دوره راهنمایی سال سوم راهنمایی با خالش سکس کرده بود. خب با خاله ای که مثلا 10-15 سال از خودش بزرگتر بود و خاله هم این سکس رو پدید آورده بود و میدونید اینه که تماشاگری خیلی توی ایران شایعه. از چند سال پیش مثلا ما میدیدیم که یه سری توی اصفهان و تهران دارن میرن از این حالا لورا نمیدونم کردا اینا دست یه دونه ساک دستش رو دوششونه، توش اسپری بی حسیه، یه چند تا دوربین شکاری دو چشمی هم رو دوششون و تو خیابون دارن میرن اینا رو میفروشن. من موقع دوزاری نیفته بود پزشکی اون بودم و فکر میکردم که آخه واسه چی دور میشی کاری تو شهر بشه درد میخوره، مگه مثلا چه کار اومده تو شهر، مگه خبریه؟ بعدها شاید بتونم 10 سال بعد توی تهران من فهمیدم، 7 سال بعد توی تهران فهمیدم که این پسه مال دید زدنه. اگه یادت باشه یه جایی هم توی میبون رفتیم از اینا داشت فهمیدی؟ داستانیه زیاد اینا با دارو و رفتار درمانی خوب میشن. سیلی که انحرافات بر چه اساسیه؟ بر اساس graded exposure یعنی حساسیت زدایی. مثلا در زمینه تماشاگری چی جوری حساسیت زدایی میکنید؟ ما میگیم بره مثل هر دفعه وایسه تا خانم بیاد، چراغ اتاقش رو روشن کنه، شروع به لخ شدن کنه، خودش رو تحریک کنه، آلتش هم در بیاره، چند تا نوازش بکنه، ولی به خود ارضای کامل به ارضا نرسونه. این مثلا به مدت 3 روز. 3 روز بعد بره خودش رو تحریک بکنه ولی آلتش رو از شلوارش در نیاره. 3 روز بعد بره وایسه لخ شدن خانوم رو نگاه کنه ولی دست به آلتش نماله اصلا و اجازه ارکشن به خودش نده تا میخواد ارکشن محیط رو ترک کنه. 3 روز بعد بره وایسه ببینه که خانم چراغ رو روشن میکنه، در لحظه که خانم لباسش رو میخواد در بیاره اون لوکیشن رو ترک کنه.
سه روز بعد بره وایسه همچی که خانم میاد چراغ رو روشن میکنه لوکیشن رو ترک کنه، سه روز بعدم بره وایسه هنوز خانم نیومده لوکیشن رو ترک کنه، اینجوری میترک میکنه بچون خونه میکنم. خب ببین عموما این افراد خودشون نمیان شما، این افراد یا زنشون میاره پلو ما و خانواده زنشون، یا زن بچهشون، یا نیرو انتظامی یا دادگاه، خودشون نمیان. من دیدم آقایی که یه اتاقک روی پشت بونشون درست کرده بود، یه سری پوستر نجوم هم زده بود به در دیوار، یه دونه چتری برقی و اینا هم درست کرده بود و به بهونه این که من خوشه یه پروین رو نمیدونم چی چی رو اینا رو رصد میکنم، ولی پروین خانم ها رصد میکنم یه تلسکوپ خیلی بزرگی با تلسکوپ تا 15 کیلومتری خونش ها تمام خونه ها رو دیگه میزد. خب بالاخره نگاه کنید تو تابستون و بهارم هوا گرمه، یه سری خانمان چراغ روشن میذارن، پردن وازه، پنجرم وازه، بادی میاد، ساعت شده 7 شب دیگه تقریبا هوا تاریک شده، ولی خانمم مقید به حجاب و اینا نیست، حالا پرده را نکشیده، با یه دونه تاپ و یه دونه شلوارک تو خونه داره میره. این برای مرد ایرانی که ندیده این چیزا رو تو خیابون اروتیکه، یعنی یه چیزای اینجوری هست از طرفی زنایی که کتک میخورن از طرف شوهرشون، زنایی که شوهرشون بهشون خیانتای مکرر میکنن، اینا چی کار میکنن؟ اینا بعضی وقتا انتقام میگیرن، زمانی که از همون میان پرده رو نمیکشن، جوری هم هست لبا نمود میکنن، نمیدونین پرده بازه، چراغ روشن میکنن و خودشون رو خوش میکنن و میرن سر کمد و حالا یه ذره فکر میکنن کدوم سوتیان رو بردارم، کدوم شورت رو بردارم، کلی بعد این نه باید خود اومدم بگوانی یا پردارم یعنی اگه یه سری تلسکوپ میخرن یا دوربین میخرن حتما یه سری چیزی هم برای دیدن هست، مثلا یا رو نمیاد تلسکوپ بخره بعد بشینه منو نگاه کنه اینجوری مثلا با یه تومون لوری زیر پوش بایستدی وسط خونه داری نگیم با من نگاه کنید خب یه چیزی هست که نگاه میکنن، یعنی اگر شما میبینید که مردم مثلا نمیدونم پایپ میخرن، یعنی پیپای شیشه میخرن که مخصوص کشیدن شیشه است، خب حتما شیشه ای هم هست که اینا پایپش داره فروش میره، میدونید؟ اگه هر چیزی رو تو جامعه دیدید که داره فروش میره بدونید در ارتباط با اون قصه چیزی هست، اگه اینقدر قلیون داره الان فروش خوب داره که همینجا که بری از منظری اونور بخوای دور بزنی بری تو صدر غربی دو تا مغازه هست فقط داره قلیون میفروشه، پس حتما این بیزنس رو اونق داره، طالب داره، همون که من تو تاریخ سیکس گفتم تو تپه منک این دکه ها کاندوم و وازلین میفروختن، پس این در موردی که به کار میره مشتری داره که این رو میاره، و باور کنید توی سعادت آباد علامه جنوبی 24 شرقی که خونه ما بود که یه سوپر بود که الان شده یه همبرگر فروشی، یه سوپر خیلی کوچیک، خدا شاهده دوربین دو چشمی میفروخت سال 85-86 که من تازه ازدواج کرده بودم، اونم دوربینا از پلاستیکی آشغالی چینی تا یه ذره بهترش از 3 تا دوربین داشت، کاندوم تأخیری داشت، اسپری بی‌اس‌سی داشت و قرص وایاگرا اینا رو داشت، یه سوپر معمولی. اینه که تو جامعه ایران مثلا نیرو انتظامی میگه شما از خونه بیای بیرون 7 دقیقه طول میکشه تا به شیشه دسترسی پیدا کنی، یه واقعیته. شما مواد اگر میخوای فکر کنی اولین کسی که میتونه بد آمار بده کیه؟ دکه مطبوعاتی محله. آقا ببخشید من هشیش میخوام، شما نمیدونی من کجا پیدا کنم؟ پیدا آرتیس شده نو آقا رو میبینیم سریش وایستاده جایی ساقی محل است برای زیبیک سن؟ مراجعان من میرن توی بازار یا تو ناصر خسرو خیلی رک میگن قرص برنج میخوایم واسه خود کشیم، میگه به ترش رسیدی؟ میگه آره به ترش رسیدم، میگه بیا بکن قشنگ میفروشن، میگه برای خود کشیم میخوایم؟ میگه آره، میگه
خب یعنی خیلی راحت مثلا من میگم قرص برنج از کجا خریدی؟ میگه از ناصر خسرو. قرص برنج از کجا خریدی؟ از عطاریه تو بازار. خب یعنی میگم ازت پرسید که واسه خودتش بهش گفتی؟ واسه خودتش میگه آره بهش گفتم. گفت باش میگی خدا بیامرزه راحت شد. یعنی میخوام بگم که جامعه به اینجا رسیده. و البته ممکنه شما برید تو آمریکا توی اسلحه فروشی بگی من اسلحه خودکشی دارم یا مثلا اسلحه بفروشه، ولی اونجا چرا این چیزا کمتر رخ میده؟ نه اینکه آدم سالم اونجا بیشتره، قانون حکم فرماتره. فکر نکنید اگه قانون تو آمریکا نبود آمار دروغ‌گویی تو آمریکا مثلا مثل امروز بود. خب چرا اونجا یه دندونپزشک دوربین نمیذاره تو مطبش و مریضشو بیهوش کنه و لختش کنه و باش سکس کنه و از سکس خودش با مریض فیلم بگیره؟ چون میدونه نابود میشه، چون میدونه اعدام نمیشه، ولی میره زندان و بیکار میشه و نابود میشه و روزی هم که از زندان آزاد بشه گوشه یه خیابون هوملسه یا توی بیابون هوملسه. یعنی میدونه که زندگیش نابود میشه. شما تو آمریکا اگه درگیر شی با پلیس دیگه اصلا یه سری شغلا رو به طور کامل از دست میده. روانشناس، روانپزشک، وکیل، پلیس، این چیزا رو دیگه اصلا نمیتونی توش باشی. حتی کارمند جزئی داره، راهنمای رانندگی، دیگه نمیتونی باشی. خب یکی اونجا قانون رو فرماتره، ولی اینجا شما زنه مثلا چی کار کنه؟ مثلا به شوهرش بگه آره همسایه دیوار به دیوارمون میاد میره رو پشت بوم به بهونه یه آب تو کولر ریختن منو بیت میزنه. خب بعد مثلا من حالا شور میگیر کن کار به چاقو چاقو کشی میکشه شوهر من بره باید در ایرشه با یه موقع میکشه به شون بره زندان یا همون نونی هم که میاد تو خونه دیگه نمیاد. نتیجتا نمیگه مثل خیلی ها که توی رامشون تجاوز میشه ولی سر صداشو در نمیارن. مثل خیلی از زنهایی که در سال میرن مکه و بهشون تجاوز میشه صداشو در نمیارن، یا اینکه اصلا رو بوده میشن یا اینکه خودشون اصلا دوست دارن رو بوده بشن دیگه بر نمیگردن و کسی هم صداشو در نمیاره. هیچکی نمیگه مثلا و نمیاد برباب کنی که آقا زن من رفته مکه بر نگشت خفخون میگیره آبرو کسی نشه. بنابراین بازار تماشاگرها داغه. اینکه حالا مثلا شهرداری میاد میگه آقا یه همچین شیشه‌ای که حالا من تجربه کنم که چی تو مثلا نداره، تا اینجاشو دیدید شیشه های مات میذارن و میبندن، علتش همینه. ولی باز اون کسی که بخواد این کارو بکنه ترفنداشو پیدا میکنه، ترفنداشو پیدا میکنه. آدمیزاد در مورد خلاف خیلی موش بالایی داره. حالا ایرانی ها چه دیگه خیلی بیشتر معمولت میگفتی به ذاتر آدم. حالا خانمی اومد گفتش که من همسرم این مشکل رو داره چه کارش کنم؟ هیچه دیگه با همسر صحبت میکنی که ببین این یه چیزی که تو خیلی از مردا وجود داره. اکثریت مردا این حالت رو ندارن ولی یه اقلیتی دارن. این یه مریضیه باعث میشه که تمام همسایه ها و اهل محل شما بفهمن میان در خونن آب روزی میشه. من آخرین کیسی که داشتم یه پیر مرد 73 ساله بود. خب و من بهش گفتم ببین تو دخترت ممکنه خودکشی کنه، پسرت ممکنه یه کارش رو بستری بکشه، زنت از طلاق میگیره، آب روزی میره، همه چی. و این پس مرد رو ما مثلا از تماشاگر گرفتیم رفت وابسته شد به پورنوگرافی. حالا میرفت تو اینترنت تمام مدت تو پورنوگرافی. خب خانومش اومده اعتراض کرده. خب همون دیگه مرده رو جوری سعی میکنی بکشی داروشو میخواد. اگر مرده راضی نمیشه که بیاد پلو ما یا بیگه من اصلا روانشناسا قبول ندارم و از این حرفا قطره حالو پریدور، قطره یه حالو پریدور ساخته شده برای همین. از پنج روز پنج قطره میدی، بعد ده روز ده قطره میدی، بعد اون وقت شروع میکنیم مثلا ببینید خوبه رفتارش رو درست شد یا بکنیم 12 قطره یا بکنیم 15 قطره. ولی اگه طرف بچه نداره و موقعیت خوبی داره برای جدایی، من خیلی وقتا توی این کیسا طلاق رو توصیه میکنم.
علت چیه؟ برای اینکه انحراف جنسی شفا پیدا نمیکنه، مهار میشه. ولی موردی بوده که آقای 58 ساله‌ای ترتیب تمام بچه های خواهر و برادر زنش رو داده بود، گندش هم در اومده بود، اینا هم از خانواده ترد شده بودن، ولی من نذاشتم به طلاق بکشه و مرده رو نگه داشتم. مرده من الان دارو نمیخوره ولی درمان شده و زندگیش هم هست و دختراش، دوتا دختر بزرگ داشت دم بخت و من این زندگی رو نگه داشتم. مورد داره. و اگه مثلا شما میبینید که یه خانومیه مثلا فوق لیسانسه نمیدونم فلان داره، حالا دانشجو پیشیه قویه محکمه خودش یه پاز مرده تکی میتونه زندگی کنه، چرا یه همچین زندگی رو با مثلا مردی که اینجوری ادامه بده؟ ببخشید در تو همه این هیچ کدوم؟ بله ما نداریم تعداد داروهای زیادی که به صورت قطره خوراکی در اومده که بی بوه و بی رنگه و بی مزه است. خب اینه که اگه اصولا چون گندش یه جایی در میاد که زنه میخواد طلاق بگیره و همسایه هم شاکی شدن و حالا خونشون هم عوض کردن و پدر مادر پسر هم فهمیدن و اینا، مرده میاد. خب درمانش هم فقط آنتی سایکوتیکی نیست. درمانی که من میدم یه SSRI میدم، یعنی از داروهای فلوکزتین یا فلوواکسامین یا سیتالوپرام یا سرترالین یا پاروکزتین یک کدوم انتخاب میکنم که اغلب فلوواکسامین رو انتخاب میکنم. خب یه داروی سه حلقه‌ای هم که اغلب کلومیفرامینه و گاهی نورتریپتیلین یا آمیتریپتیلین، اون رو هم میدم. در کنارش اگه استراب خیلی بالایی داشته باشه بوسپیرونم ممکنه بدم. اگر احساس کنم مغز تشنجی داره ممکنه یه دارو ضد تشنج مثل توپیرامات یا مثل دپاکین سدیم والپروات هم بدم. و در کنار این داروها اون چیزی که خیلی مهمه یه آنتی سایکوتیک، یعنی روان پریشی ستیزه با دوز پایین، مثلا تریفلوپرازین یک یا دو میگیرم، هالوپیریدول نیم یا یک میگیرم، ریسپیریدول یک نصف یا یه دونه، سروکوئل 25 نصف یا یه دونه، ابیدیزول 5 نصف یا یه دونه، یکی از این دارو رو هم میدم و جمع میشه. چی؟ همش خواب نیست؟ نه نه نه، من دو کار تو دارو درمانی میکنم. یک، نمیذارم مراجعم چاق شه. دو، مراجع من 8:30 صبح باید مغزش فعال باشه واسه کار. برای چی؟ برای اینکه شما بتونید بخوری یا بخوابی. روان پزشکای قدیمی یه کاری میکردن که یارو میخوابی مثل که گوش 25 کیلو 35 کیلو هم وزنش زیاد میشه، اینجوری هم میگرزی همیشه هم دهنش خوش بود. من این کار رو دارم. من دو تا اصل دارم. ممکنه من طبق کتاب رفرنس یه دارو فقط ندم، چند تا دارو، ولی دو تا کار نمی کنم. یکی نباید مراجع من چاق شد، یکی نباید مراجع من چاق شد. دو، نباید یه تیکه گوشت لخت بیفته بخوابه. این دو تا اصل دارو درمانی منه. اینه که نه خیلی راحت یارو بلند میشه سر کارش میره. من خیلی مراجعه دارم که کارمند بانکن و رئیس بانکن، این نمیتونه کاری کنه که اشتباه کنه، یا اصلا پزشک جراح این باید که مغزش رو روز کار کنه. بعد این دارو رو همیشه بخونه، این دارو رو حداقل 8 ماه تا 2 سال بار اول باید بخورن، حداقل 8 ماه تا 2 سال. بعد شروع میکنیم کم کردن و رفتار درمانی ها رو بعد از 4 ماه شروع میکنیم. بعد از 3-4 ماه رفتار درمانی ها رو شروع میکنیم. اینو برای همه انحرافات، اینو برای همه انحرافات، همه انحرافات درمانش مثل همه. و اصلا انحراف جنسی بچه ها چیه؟ اگه گفتین چیه؟ استراب، یه وسواس، یه اوسیدی، شاخ و دوم نداره پارافیلیا که تو فکر کنی وای مثلا من این کیس عجیبه هم برای تو میگم، پسری که لبایی رو کلوفته اینجوری داشت اینجوری بیرون اومده و میگفت من اصلا از سکس و دخول با زنم ارضا نمیشم، فقط از این که من به یه زن
رو ببرم بغل شیر آب، شیر آب رو باز کنم، بعد با چاقو بردارم، با چاقوی بلنده کارت آشپزخونه بزنم یواش رو گردنش و بهش بگم سرتو بریدم و اون شروع کنه دست و پا زدن مثل یه گوسفند که سرشو بریدن از این ارضا میشن و خیلی میرفت صحنه های قربونی کردن گوسفند رو میدید و ارضا میشد. خب مثلا یه همچین چیزی رو شما میگی یا حضرت عباسی خون آشامه این فلانه این چیه، ولی من در مانش نه و یه دوست دختری داشت که این دوست دخترش هم شوهر داشت و این دوست دختر هفته ای سه بار میمد خونه این میبردش دم توالت همین این کار را میکرد، دخترم اون ادا اصول را در میبرد، اینم تال میکرد و رضا میشد و بعد هم شده هم میرفت خودش هم زن باشه و این حقوق خیلی بالایی هم داشت و پست خیلی بالایی هم داشت. زخمی نمیشد فقط یه اینجوری آیه باش میزن نمایش. اینه که میخوام بهتون بگم حتی یه کیسای اینجوری، حتی یه کیسای اینجوری هم شما بدونید که درمان میشه و اگه درمان نشه مهار میشه. منتها یه همچین کسی من رو سعی کردم زنش رو واسش نگه دارم، خب چون پست بالایی داشت، تحصیلات بالایی داشت، درآمد بالایی داشت، ولی زن دیگه حاضر نشد، خب زن جدا شد و وقتی دیگه زن میخواست جدا بشه منم دیگه اصرار ویژه نداشتم نه تو رو خدا بمون. برای چی؟ برای که میتونم این بعد از مدتی بازم برمیگرده و عود میکنه، بازم برمیگرده و عود میکنه، یعنی هیچ وقت خوب نمیشه، هیچ وقت خوب نمیشه اگر استرابشون رو کنترل یعنی نه قابل کنترله. این یه وسواسه. شما یه وسواس پاکی نجسی هم جوری نیست که دیگه مثلا همیشه در اون چیزه. مثلا من خودم تو دوره 15-16 سالگی که سوپر مذهبی بودم و حالا تازه بالغم شده بودیم و کلی هم نماز و چی چی و این حرفا، اون دوره یه دوره وسواس پاکی نجسی داشتم، ولی وسواسم در چه حد بود؟ این که لباس نمازم با لباس روزمرم فرق داشت، یعنی یه استریپتیز میکردیم لباس نمازو میپوشیدیم، نمازمون رو میخوندیم، بعد اون لباسو میکندیم میذاشتیم تو سجاده، بعد لباس خونمون رو پوشیدیم. اون یه وسواس میشه دیگه، ولی اون وسواس من خوب شده، یعنی الان دیگه من وسواس پاکی نجسی و اینا ندارم. اما کسی که خیلی زیاد وسواس داره در تمام طول بزرگسالیش نمیشه. اون وسواس من 15-16 سالگی بوده. من چشم چی بود؟ مثلا معلم دینی گفت اگه میخوای رویای صادقه ببینی باید بری لباسی بپوشی که تا حالا توش محتلم نشدی، تخت خوابی پیدا کنی که توش تا حالا محتلم نشدی یا خود ارضایی نکردی، بعد سوره چی بخونی تا رویا صادقه ببینی. حالا بیاید همچه رخت خوابی تو پیدا کن، یه رخت خواب بذاری تو دا فقط در رویای صادقه مثل کارا به فروید بذاری یه روشه بگی این فقط باده رویا صادقه. خب آموزه هایی که واقعا آموزه اخرافی این تماشاگریه و راجع به تماشاگری شما باید بدونید که نکته دیگه ای نیست که من براتون بگم. یه تماشاگریه با واسطه داریم، چجوریه؟ فرد توی گلدونی که تو حموم خونش داره موبایلش یا دوربینایی که جدید در اومده رو جاسازی میکنه که مادر زنش یا خواهر زنش وقتی میان میرن خونه اون میرن حموم بتونه لخت و اونها رو فیلم بگیره. یا یه موردی که من داشتم رفته بود از روی پشت بوم دستش رو با هندیکم برده بود از لای پره های این هواکشه چیز هواکش از کار انداخته بود خراب کرده بود و رفته بود از لایه اونجا فیلم گرفته بود از خواهر زنش. یه مورد دیگه هم که این خانم دکتر دند روزش گفت داشتم بچه ما میشستم زیر دوش یویدم از لایه همین سقف کاذبای حمام یه دستی اومد بیرون سرایه داره موشتمه با دوربینه موبایل اومده بود بیرون دستشون که چیزی سالش هم بیدم خونهشون نبود
از خوری بغل، از واحد بغل رفته تو اینجا، از تو سقف بازه. میگم مردم تو این کارا هوش دارن. یه جایی ببخشید، من از تو هتل باشم کار کرده بودم، به هر حال که هواکش خراب بوده اومدم درش رو برده بودن که برم درست کنم، بعد این دوستش همه میرم تموم این که میری اون میبینی تو یک کلم بالا دو نفر یکی کلم میشون یکی شده اون دید میداده بعد میرن شکایت قدیم یکی از جاهایی که خیلی شایع بود همون زنونه بود. خب یکی از جایی که خیلی شایع بود پسرای تخس ساعاتی که هموم عمومی زنونه بود میرفتن دید میزدن، یا بعضی هم که زن مغزشون خلاقیت بیشتری داشت یه سوراخ ریز درست میکردن و میدیدن. خب پس بنابراین این حرف تماشاگریه، چیز دیگه ای وجود نداره. فقط من خواستم این نوع دوربینش رو بهتون بگم که این نوع دوربینش دیگه چند ساله که جدید شده. و مثلا یه مورد دیگه که داماد خانواده شوفاژ حموم از کار انداخته بود که حموم یخ کنه، بعد یه بخاری برقی گذاشته بود تو اتاق مهمون برای خواهر خانوم عزیز و تو بیا برو اونجا سرما نخوری و توی اتاق دوربین کار رو داشته بود. من میدونم چشم دیدن زنه رو نداشت، چجوری خواهره رو داشت؟ یکی از مشکلات چیه؟ یکی توجیه کننده تمام موارد نیست، ولی من یه چند تا موردی که من دیدم خانواده ها زمانی که داماد میره خواستگاری همه ی دخترها رو رو نمی کنند. من چند تا فیسشو داشتم. خب مثلا فقط افسانه میره سن 26 سال دیگه شهلاب و نرگس و رقیه رو رو نمی کنن که کوچکترن و خوشگلترم هستن. عموما خیلی خانواده ها تو ازدواج سنتی اول میخوان دختر زشت رو شوهر بدن، خوشگله رو یعنی که میره، حالا بزن این که نمیره رو رد کنیم چی کار میکنه؟ اون وقت مثلا مرده میگه سر سفره عقد من یهو خواهر خانوم هم که دیدم یادم اون سومیه رو من میخوام، این اون چیزی که من خواستم، این اون باسنی داره که من دوست دارم، این اون سینه هایی داره که من دوست دارم، دیگه هم سر سفره عقد نمیشه کاری کرد. هنوز ما ازدواج سنتی اینجوری داریم؟ خب داریم، به خدا داریم. آدمایی که فکر نکنه خودش اینو انتخاب کرده، ولی نمیدونسته که یکی بهتر از این درست مطابق ترواره های زیبایی شناخته و جذابیتش هست. خونه و رفتار اون تو خونه دیده شده. خب اینه که من به خانواده های دختر من تاکید میکنم و شما هم تاکید کنید که همه دختراشون رو روز خواستگاری بیارن. خب که این ببینه که اگه ببین من خودم جز ازدواجه که با خانوم کردم یه جا خواستگاری تو عمرم رفتم، خواستگاری هم که مجلس آشنایی. خب و من مثلا استادمون رو دیده بودم و رفتم مثلا حالا خواهر استادمون رو ببینم. خواهر استادو که دیدم دختر بسیار معقول خوبی بود، ولی فهمیدم که نه، من خواهر استادمون رو بیشتر برای من جذاب و سکسی و دوست داشتنیه و من فهمیدم که این باعث آبروریزی میشه و نمیشه. یا مثلا یکی بود تو فامیلمون که خیلی اصرار داشتن مثلا برو با این ازدواج کن، من گفتم اصلا و ابدا. گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه من اون خواهرش که 10 سال پیش ازدواج کرده اون برای من خیلی جذابتر از اینه، به ویژه اینکه میدونم که اون از ازدواجش راضی نیست. خب آدم نباید وام بذاره تو همچین جاهایی. من اصلا پیگیری ازدواجم رو تو سال 77 انجام ندادم با اینکه مورد خوبی بود، من انجام ندادم برای که می‌دونستم آدم نمیتونه با این ازدواج کنه ولی همیشه عاشق خواهر زنش باشه. خب آدم نمیتونه با مثلا شهلا ازدواج کنه در حالی که عاشق خواهر شهلاست. اینه که توی خواستگاری باید بذارید همه رو ببینن. خب همه رو ببینم و اگر طرف احساس میکنه که مادر زنشم براش خیلی سکسی و جذابه نباید این ازدواج انجام بده، برای اینکه مشکل پیش میاد. من موارد زیادی دیدم، من حتی خدا شاهده
دامادی دیدم که مجسم ساز و نقاش بود، شب رفته بود تو کمد پدر زنش و مادر زنش قایم شده بود تا سکس پدر زن و مادر زنش رو ببینه. ببینید چقدر یکی میتونه ریسک پذیر باشه. از توی حیات خلوت آشپزخونه رفته بود از اون دیوار اومده بود تو این واحد، رفته بود تو کمد مادر زن و پدر زنش قایم شده بود تا سکس پدر زن و مادر زنش رو ببینه. دامادشون شده بود 4-5 سال بعد از اینکه دامادشون شده بود. و یه کار دیگه کرده بود، یه شب اومده بود یواشکی رفته بود تو اتاق خواهرزنش و دست کرده بود تو سینه های خواهرزنش که خواهرزنه بیدار شده بود و میخواست جیغ بزنه، درنش رو گرفته بود و چیو. اینه که این حالت ها خیلی باید مراقب باشیم، به خصوص تو کشور ما و البته خارج هم هست. من موردی رو میشستم که زنه گفته که اسقر مثلا بیا منه طلاق بده، خواهرمو بگیر که بیاریش آمریکا، چون ما سیتیزن آمریکا شدیم، تو بیا منه طلاق بده، خواهرمو بگیر بیار آمریکا، بعد اونو طلاق بده منو بگیر. این کارم شده بود، ولی وقتی رسید در آمریکا دیگه طلاق نگرفته بود، دیگه نه خواهر طلاق گرفته بود نه اسقر طلاق گرفته بود. جدی دارم بهتون میگم که اسقر واقعیه، اسقر مرد زیر قولش. خب یعنی میخوام بهتون بگم دقیقاً این کیس واقعیه، طلاق هم دیگه نگرفتن و خانم انگشت به دهن مونده بود که چی. یعنی که واقعا آدم باید تکلیفش با خودش و بقیه مشخص باشه، حداقل خود آدم و خودشون رو بشناسن. و این وظیفه شماست، وظیفه ما فقط تشخیص بیماری و درمان نیست، یه قسمتیش هم شناخت خودمون اول و بعد شناخت مراجعمون به خودش که بشناسونیمش و رشدش بدید. آدم و خودشون رو بشناسن، دوست داره بازی ادامه بده ادامه بده، ولی آگاهانه ادامه بده. خب آگاهانه ادامه بده. اگه بهش میگه بابا تو هیستریونیکی، دست از هیستریونیک بازیت بر نداری، میترشی؟ اگه بر نمیداره حداقل بدونه که خودم کردم، هی نشینه عشق بریزه و آه و بره مصرف مواد و مشروب که زمانه بد بود، تقدیر بد بود، نه من مثلا زمانه برام بد، خدا منو دوست داشت، نه میگه خودم کردم. الان اگه شما به من بگید که آقای بهنام موعدی چی شد شما خارج نرفتین، من و الان پشیمونی، من میگم دو تا مؤلفه داشت، ناگاهی پدرم و خریت خودم. اگه من یه جوان خام ساده نبودم که درگیر اون هیاهوی پروژه اصلاحات خاتمه بشم، خب من حداقل شانس استرالیا رفتنم رو نسوزونده بودم، الانم استرالیا بودم، 3-4 تا بچه داشتم و یه موقعیت محکمی اونجا برای خودم درست کردم، با انرژی جوانی، با کوچش و پشت کار. پس نمیتونم همه فوشش رو به پدرم بدم که اون مثلا نامردی کرد من نفرستاد. در زمینه استرالیا خودم شانس رو سوزوندم با دست خودم آگاهانه. در زمینه آمریکا آره بابام نکرد. اینه که مراجعی هم که انحراف جنسی داره بهش بفهمونید که اگر تو درمان نکنی این تبعات رو داره. این یکی از متدای واقعیت درمانیه. ما ایرانی ها با واقعیت ها اصلا بدیم، مشکل داریم. بنده انتظار دارم هیچ تلاشی نکنم برم آمریکا، مطب به من بلندش از تهرون بره تو بیورلی هیلز، روزی 3 تا مریضم بیاد. خب همچین چیزی امکان نداره. من میرم آمریکا و بپذیرم که افت میکنم، هر چی که اینجا هستم تو اونجا برای سالهای افت میکنم. اگه بخوام تلاش نکنم، اگه بخوام امتحان تخصص ندم بعد که پزشکیمو دوباره اپروف نکنم، حداقل پزشکیمو از دست میدم، خودت رو بپذیرم. حالا یا وایسم ایران بنازم به پزشکیم غر نزنم، خب یا اینکه پزشکی رو ول کنم پاشم برم اونجا آرامش و شادی داشته باشم. دو تاش با هم نمیشه. ما ایرانی ها یکی از بزرگترین مشکلامون اینه که خدا و خرمایی، هم خدا رو میخوام هم خرما. جالبه بدونید درمانگرا هم همینجورن، مردم هم همینجورن، بیمار هم همینجورن. ما باید که اینا بفهمونیم. به یارو میگه آقا با رفتار انحرافی حال میکنی، حال کن، ولی تبعاتشو بپذیر که زنت ازت طلاق میگیره، تبعاتشو بپذیر که کارت به دادگاه کشیده میشه، تبعاتشو بپذیر که کارت به کلانتری کشیده میشه.
اینجوری شما براش چی درست میکنید؟ انگیزه درمان، انگیزه تغییر. چون اگر فرد انگیزه تغییر نداشته باشه درمان رخ نمیده. مطب من، میز من مربعه و چهار تا صندلی یه جوره، مخصوصا اینجور خریدم. برای چی؟ برای اینکه نمیخوام یه تخت سلطنتی اینور بذارم، دو تا صندلی رعیتی اونور. جراح میتونه این کارو کنه، چون تو خفه خون میگیری، بیهوش میشی، میخوابی، اونم هنرشو انجام میده، بعدم تموم بیهوشی در میاد، پولشو میگیری. تو هیچ کاری لازم نیست بکنی، فقط با دلی زخم داره کنی. ولی تو روان پزشکی اینجوری نیست، تو روان شناسی اینجوری نیست. در حدی تغییر میکنی که خودت بخوای، مثل رژیم گرفتنه. من الان برم مثلا پیش آقای دکتر کرمانی رژیمو بگیرم، بعد رژیمو نگاه کنم بذارم رو سر کوه، انگار نه انگار، لاغر نمیشه. اینه که تولید انگیزه کنید با تبعات قانونی که میگید. راجع به تماشاگری اگه سوالی دارید بپرسید، چون دیگه میخوام بذاریمش کنار. من سوال دیگه بله، و نه تنها کسی که وسواس های دیگری داره، کسی که یکی از خانواده درجه یکش یا عموش یا داییش یا خالش یا عمش یا مادر بزرگش یا پدر بزرگش وسواس داشته. میبینید پدر مادر بزرگه وسواس پاکی نجسی داره، عمه وسواس چک کردن و شک کردن داره، مرسی. و حالا بچه خواهر چی گرفته؟ این را بجرسی. ببخشید، این را جنسی رو فهمیدید اسم میارن و اینا که حالا بسنم اونا رو میگم براتون، دو وقت اونا رو بهتون میگم. خب پس این تماشاگری، اینه میدونید هیچ کسی نیست که هیچی انحراف جنسی نداشته باشه. هر کسی یه نمی رو داره، منتها بستگی داره که تو بذاری اون یه نمه رشد کنه. من مثلا یه روزی از دم همین سوپر خرید کردم تو 24 شرقی علامه جنوبی، اومدم رد شب، چشم افتاد به یکی از آپارتمان ها، دیدم پرده تور کشیده است ولی پرده زخیم کشیده نیست، و قشنگ دیگه آقای رو تخت خوابیده و خانومم رو حالتش داره میشینه و بلند میشه. موهای خانومم یعنی سایش قشنگ رو پرده افتاده بود. خب یه نظر حلاله، ولی نظر دوم من گیر انداختم. نظر دوم من انداختم. آیا نظر دوم من انداختم از چی بود؟ یه مقدارش هم از ترس. نکنه این صحنه جذاب شه و بعد من روزای دیگری هم بیام پرسه بزنم جلوی اینجا و شأن اجتماعی این لکه دارش. من نظر دوم من انداختم. همین که احساس میکردم حقوق کسی دیگه ای پایمان میشه، چون اونا هرچند که اگه اونا عاقل تر بودن شاید حداقل چرا آقا خاموش میکردن یا کم نورش میکردن. خب اینه که یه مقدارم آدم باید خودش مرا، مثلا من نمیگم از تماشای سایت های سکسی بی مثلا عکسای خانمای لخ باشه بدم میاد، بدم نمیاد، میترسم. برای چی؟ برای اینکه میدونم چقدر اعتیاد آوری داره. من نمیگم از تریاک بدم میاد، نه از تریاک بدم نمیاد. شایدم 65 سالگی به بعد هر 45 روز دو بس بزنم، اما از تریاک میترسم. آدم رو بترسم که نکنه یه لذت نادرستی زیر دندونش مزه کنه و آلوده بشه. من از کجا میدونم اگه برم با دوتا زن همزمان تو رخش خواب بهم لذت نمیده؟ شاید لذت داد. خب اگه لذت داد که من دیگه از فرد بیا بده میشم که اینه که آدم باید یه جاهایی بچه ها بترسه، یه جاهایی تکانه های خودش رو بتونه کنترل کنه. و این توی آمریکا خیلی خوب رخ میده و کانادا، چون قانون وجود داره. شما اونجا تنه نمیتونی به زن بزنی، تنت به تنه زن بخوره گاهی میخوره، ولی مثلا یه اکسکیوز می یا نمیدونم چی و یارا میدونه مثلا تو از پشت خوردی و حواست نبوده، ولی آمدن این کارو بکنی حساب به کرامال کاتبینه، پدر به در میارم. خب اینه که آدم باید بترسه. آدم این که سلامت داشته باشه
آدم این که از یه حد و حدودی دیگه نذاره دسته بیشتر شه و لوس شه. سکس هم خیلی چیز خوبیه ولی به جای خودش با مورد خودش. این که آدم مثلا بخواد با همه سکس کنه و یه خوب مثلا من با این که نمیدونم چاق سکس میکنم، با لاغرم سکس میکنم، با اینم که نیقلونه سکس میکنم، با اونم که داره منفجر میشم سکس میکنم، ببینم مزده چیه. اینجا میشه همین هر زک. خب انحراف های جنسی دست خودشون نیست، بنابراین خیلی قضاوتشون نکنید، خیلی بهشون حمله نکنید. آخر این کلاس شما یه چیزی یاد میگیرید که قضاوت نکنید. خب که قضاوت نکنید. من حق قضاوت راجع به کسی رو ندارم. شاید اصلا همین خانم، دقیقاً همین خانم دوست داره همزمان سه تا دوست به سر داشته باشه، به من ربطی نداره. زندگی خصوصی خودشه، مال خودشه. اگر یه زمانی خانم بیاد یه فیلمی بسازه که توش داره تخته میکنه زنی که همزمان دو تا پارتنر داره، اون وقت میتونم بگیر بدم که آقا من که میبونم تو سه تا پارتنر داری، فچه تو کسی دو تا پارتنر داری، نرزی سوال ببریم. خب ولی اگر ایشون تو زندگی شخص خودشه، من حق قضاوت ندارم. برای که من زنی بوده که اومده برای که گفته من همزمان سه تا دوست پسر دارم، یکی تو ایتالیا، یکی تو فرانسه، یکی تو ایران، نظرت چیه؟ و من گفتم در مورد شخص تو من هیچ چی نمیتونم بگم، چون تو بیش از اینکه زن باشی مردی و این یه رفتار مردانه است و من نمیتونم، چون یه مردم همین کارو میکنه. حالا من این حرفو زدم، ولی میدونی این رفت به کسی که اینو به من معرفی کرد و شروع بود دکتر راحتی گفت اگه همزمان 50 تا مردم تو ایران داشته باشه اشکال نداره. من همچه از اون رفت نگفتم. خب با همشون سکس داشت، با هر سه تا سکس داشت و اصلا یه کاملا یه زن آنیموسی بود. یه زن آنیموسی، خب یه مردم این کارو میکنن، یه مردم، یه نه هند نامردی مردم همین کارو میکنن. مگه شما مردایی که تاجر بین المللی هستن شما فکر میکنید فقط یه زن دارن؟ اینایی که دائم میرن چین یه دوست دختر یه زن چینی هم دارن، اینایی که دائم میرن روسیه یه زن تو مسکو هم دارن. اصلا شک نکنید. حتی من موردی دارم که مادر شوهر اسپانی دائم به پسرش میگه، دائم به پسرش میگفته عکس اون زن روسه ده برام بیار. خلاصه عکس زن روسه رو گرفته، هر دفعه پسرش میاد هی عکس زن روسه رو در میاره، قربون صدقه عروس روسش میره که یه بارم ندیددش. آقا تو رو خدا منو ببر این رو ببینم. از لجه شارج به اونی که عروسه شد قربون صدقه گرفته. خب یعنی میخوام بهتون بگم ما نمیتونیم آدم ها را قضاوت کنیم، ما نمیتونیم راحت قضاوت کنیم، ما نمیتونیم بیجه رو بیایم قضاوت کنیم و ببینیم بیجه چه جوری بیجه شده. ما میتونیم بیجه رو ارزیابی کنیم. خب یه موقع است که ما به عنوان یه فرد غیر روانپزشک مثلا میایم یه چیزی رو مینویسیم، مثلا چیزی که من تو فیسبوک دیشب نوشتم که من یکی به کمتر از سر این کسایی که توی فرودگاه جده تجاوز کردن به دختران جوان، من به کمتر از سر اینا رضایت نمیدم. من به عنوان ایرانی نوشتم، نه به عنوان روانپزشک. و میدونم که پشت این قضیه یه انحراف جنسی نبوده، یه رفتار سیاسی آمدانه و آگاهانه بوده برای جلوگیری از توافق هسته‌ای، برای که بین ایران و عربستان تنش بالا بگیره و آمریکا پاس رو بکشه کنار. این رفتار کاملا با دستور و آمدانه بوده. خب این به عنوان یه فرد عادی شما در یه قصه سیاسی ممکنه یه نظری بدی، ولی وقتی میشینی تو دفتر به عنوان یه روانشناس و روانپزشک حق قضاوت آدم ها رو نداری. شاید اصلا این خانم به تعهد زناشویی کلا پایبند نیست و بدونی چرا. ما دنبال چراشیم؟ ما دنبال نیستیم یه چوب برداریم بزنیمش. ما دنبال چراشیم؟ بعدم بهش میگیم که به نظر ما این رفتار تو بیمارگونه است یا بیمارگونه نیست. حالا اینکه اخلاقی هست یا نیست با من نیست، من معلم اخلاق نیستم. هیچ کدوم این آدمایی هم که ادعا دارن
معلم اخلاقن و من زندگی‌های خصوصیشون رو میدونم، میدونم که تو زندگی خصوصیشون اون چیزی که میان تو تلویزیون میگن یا اون چیزی که سر کلاس و کارگاهشون میگن نیستن. خب من معلم اخلاق نیستم، اخلاق مال علمای اخلاقه، مثل آقای دکتر مصطفی ملکیان، یا مال روحانیونه، مال من نیست. من ناتوان‌تر از اینم که اخلاق جامعه رو درست کنم. من برای اینکه بتونم اخلاق جامعه رو درست کنم یه راهکارها و یه ابزارهایی میخوام که اصلا دست من نیست. اصلا اگه من کی هستم؟ کی میشینه به حرف من گوش میده که چی جور رفتار کنه توی جامعه؟ جز چهار تا مراجعه تازه اگه گوش بدن. عموم دست من نیست که. اینه که آخرین کلاس شما میبینید که قضاوت نمیکنید. چرا؟ چون میدونید سه چهارم قصه یا دو سوم قصه چیه؟ ژن مادرزادی. اگه من یه روز مثلا برم با یه دختر تیپ اوکراینی ها بور و بلوند و سفید و اینا رابطه اکسترا مریتال بزنم، شما باید بدونید که این قصه خیلیش به طرحواره‌های زیبایی من برمیگرده که ریشه ژنتیک داره و این به من برنمیگرده. من انتخاب نکردم تو زندگی که چشم روشنه، پوست روشنه برای من سکسی تر باشه. زیباترین دختر چشم رو مشکی هم در برابر کسی که سفید برو باشه برای من بیرنگ میشه. این دست من نیست. یا روی یه نمه چشش سبز باشه، یه نمه عسلی باشه، یه نمه آبی باشه، قلب من شروع به تاپ تاپ میکنه. این اصلا دست خود من نیست. خب من عاشق رنگ قرمزم ولی استقلال رو به پرسپولیس ترجیح میدم. چرا؟ چون من یه روزی تو بچگی به این نتیجه رسیدم که ناصر حجازی از علی پروین آدم حسابی تره و آدم حسابیه را انتخاب کردم. این دست خود من نبوده. اینه که ماها بچه ها یه جورایی من میخوام آخر این کلاس به خصوص شما به این نتیجه رسید که حالا تو هوموسکشوال و ترانسکشوال اینا به این نتیجه رسید که ماها روبات های برنامه ریزی شده هستیم. با یه ژنتیکی به دنیا میان، ببین اینو بر بار چندم دارم میگم، با یه ژنتیکی به دنیا میان، بعد یه سری طرحواره‌های شناختی رفتاری تا 8 12 15 سالگی پیدا میکنیم، کاملا این ربات برنامه‌ریزی میشه. سخت افزارش از قبل بوده، نرم افزارش هم داده میشه. حالا 15 16 سالگی ما میخوام کاری کنیم کارستان، نمیتونیم، ما برنامه‌ریزی شدیم. شما میدونید دیشب من تو ساعت 3 مهمون بودم، ساعت 3 تا ساعت 6 فکر میکنید من چی کار میکردم؟ توی فیسبوک، نگارخانه سپاهان، فیلم ها و عکسای اصفهان دهه 1320 و 1330 و 1340 میدیدم. تعدادش هم زیادش هم توی فیسبوک شروع کردم. حالا عکس‌ها و تصاویری که از 1393، 1388، 1394 اصلا برای من جذابیتی نداره. 1357 به پایین عکس‌های 1363 هیچ کدومش لایک نکردم. وای بنابراین اگه یه روز دیدین دکتر روحانی ای مطبع شد بس رفته آمریکا چی میخونه؟ تاریخ ایران ما دیوونه شده؟ با دادونی تاریخ عشق من بوده. جلسه اول که سوم دبیرستان من رفتم سر کلاس تاریخ، همینجور که معلمه داشت درس میداد، من دو سوم کتاب خوندم. از صفحه 1 تا دو سوم کتاب خوندم. کتاب اگه یادتون باشه پک و پهنی هم بود. یعنی که چی کار کرد معلمه؟ گفت تو بی شعور، چرا حواست به درس تاریخ نیست؟ تو شعور نداری که تاریخ تو زندگی مامه؟ پاشو گم شو بیرون، انداختم اون از کلاس بیرون. به دلیل عشق بیش از حد تاریخ ما رو انداخت بیرون. حالا کیا شیطونی میکرد؟ پشتری من که باباش استاد تاریخ دانشگاه اصفهان بود و معلم ما میخواست از طریق اون دکترا بگیره، اون داشت شیطونی میکرد من انداخت بیرون. خب نه اینه که میخوام بهتون بگم اینجوریه که ما برنامه ریزی شده ایم. حالا تو اون پیج کی فعاله؟ پسر عموی بابای من که از 12 سالگی رفته آلمان، ولی تو بهش بگو وزیر کشاورزی. شروع میکنه از وزیر کشاورزی 1299 رو برات میگه تا 1357. بهش بگو رئیس شهربانی،
شروع میکنه از رئیس شهربانی ایران از 1299 رو میگه تا 1357. بریش ژنتیکه. کلکسیونر سکه های ایران پیش از اسلامه. کسی که 12 سالگی فرستادنش آلمان، 12 سالگی، ولی این بچه از 5 سالگی سکه جمع میکرد. میفهمید؟ ما روبات های برنامه ریزی شده ایم. یارو هم با یه برنامه ریزی تماشاگری، با یه برنامه ریزی نمایشگری، با یه برنامه ریزی بچه خواهی به دنیا آمده، برورش پیدا کرده. پیر مردی که میره دم پارک، بچه های 8 ساله 12 ساله رو از تو پارک میاره تو ماشینش، براشون بستنی میخره، شروع میکنه نوازششون کردن، برمیبره ترتیبشون رو میده. یه پیر مردی که اینقدر وقت میذاره واسه که یه پسر 12 ساله رو باش سکس کنه، این همه انرژی و وقت و پشت کار و هوش از کجا میاد؟ چون من این کار نمی کنم. خب پس حالا من باورم اینه که 3/4 قصه ژنتیکه و 1/4 پرورشی. حالا شما میگید نه، 2/3 ژنتیکه سفر باشه. یعنی 1/4 یادگیریه که از طریق یادگیری هم قابل درمانه. آره، یعنی ما نمیتونیم ریشه ژنتیک داستان رو از بین ببریم. الان شما اگه من بگید دکتر تو آمریکا بخوای بری چه مغازه‌ای میزنی، من بهت میگم سمساری آنتیک فروشی. واقعا جدی هم دارم بهتون میگم، یعنی بدون هیچ چوب. خب یعنی یه چیزایی هست، یکیش هم پتشاپ، یکی از در آقام هم پتشاپ. اینه که خیلی نمیشه اینا رو به کل از این وری کرد. برای همینه که خیلی وقتا ما با این طرف میگیم چی؟ برو طلاق بگیر. چون اصولا توی ایران درمانجوها مدت طولانی دارو نمیخورن و اصولا تن به روان درمانی و رفتار درمانی نمیدن و هرچی سطح تحصیلاتشون بالاتر باشه حرفشناسشون کمتره. حالا اگه روانشناس باشه کمتره، پزشک باشه که خیلی بدتره، پزشک متخصص باشه که خیلی بدتره، روان پزشک یا پزشک ترک اعتیاد یا پزشک نمیدونم تغذیه باشه که خیلی بدتره. اینا تن نمیدن به درمان. نمیدن که خودشون هم نیومدن، تمایل هم نداشتن. اگه دیگه نیومدن و تمایل هم نداشتن که اصلا دیگه هیچ. بنابراین یه جاهایی ما از طلاق درمانی هم استفاده میکنیم. من بحث کلی انحرافاتو کردم، حالا شروع میکنیم تک تک انحرافاتو. خیلی سریع گفتم.